سلام رفقا، به کانال انیمیشن وی خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم در مورد انیمیشن های آینده دیزنی حرف بزنیم، انیمیشن که تو نمایشگاه D22 اومد و معرفی کرده و خب خیلی چیز خفنی نبود معرفی کرد و قبلا هم چندش گفته بود. اینجا من دوباره چند تا تگ نشون داد از انیمیشن و باز معرفیشون کرد، تاریخا رو گفت. کلا میخوام ببینم چند انیمیشن بودن. انیمیشن اول اسمش ویشه یعنی آرزو، که تو سال 2023 میاد و از اسمش معلومه دیگه در مورد آرزو کردن ایناست. استتاره تون دونا وجود داره که آرزو رو برآورده میکنه و این قضیه آرزو خب خیلی آشناست. انیمیشن لایدین که سه تا آرزو برآورده می‌کرد و اونجا خوب دیزنی رو نشون داد آرزو برآورده کردن و کلاً این مشکلاتش. الان اینجا میخواد چی نشون بده؟ اینجا شخص اصلی یه دختر به اسم آشا که به نظر میرسه پرنسس جد دیزنی و به اون 13 تای دیگه ملحق میشه. انیمیشن بعدی المنتال یعنی ناسور و محصول پیکسار، انیمیشن داره پیکسار میسازه اما چون ساب پیکسار دیزنی میشه محصول مشترک پیکسار دیزنی که لوگوشون رو میبینیم از سال 2023 میاد. انیمیشن خوبه، به نظر عجیبه. عناصر 4 تا هستن: زمین، هوا، آب، آتش. که خب انیمیشن ما یه زوج رو میبینیم که مرد آبی داریم و خانم آتشین که اینا دیگه میخوان با هم زندگی کنن اما کامل نقطه مقابل همن، کاملا مخالف همن، ضد هم، آتش آب، مشخصه مثل هم نیستن. و پیام انیمیشن میتونه چی باشه؟ چون پیکسار همش مفهومیه، مثلا برو سراغ کسی که اصلا مثل تو نیست، مخالف توه. خب خیلی خنده داره، حتما پیام دیگه باید داشته باشه و میگه دمای مهاجرت و کلن زنی کردن ایناست. و خب پیکسار از همه چیز انیمیشن میسازه، از ماشینا، اسباب بازی ها، ربات ها، احساسات، سول، همون روح، همینا رو ساخته. الان رفته سراغ المنتال، عناصر و به احتمال زیاد بعد از این هم میره سراغ اتما. انیمیشن های پیکسار همیشه پرمفهوم بوده، خیلی همیشه پیامی داشته. اما این انیمیشن چه پیامی داره؟ خب در ظاهر چیز خیلی جالبی نیست، اینکه برو سراغ کسی که کاملا برعکس توه، اینکه درست نیست. آبی پایم همینه، باید ببینیم انیمیشن چی میگه و پایمش در واقع چی هست. در ظاهر که چیز خیلی جالبی نیست و پیکسار اینقدر پرمفهوم میخواد باشه که معلوم نیست داره چی میگه، چون انیمیشن داره میسازه مثل ترنینگ رد که خب نباید بسازه اما میسازه. و الان اینجا میتونیم ببینیم کاملا زده همن. اما اگه بخوایم کلا پایمش رو ول کنیم ممکنه انیمیشن جالب باشه. انیمیشن سریالی و کوتاه زوتوپیا که خیلی امید بهش نیست. تو نگاه اول میگی به و دارم میسازم بازم زوتوپیا، اما اینطور نیست و خب شخصیت اصلی رو میبینیم تو پوستر هم کوچیکن و اون شخص بالا بزرگن، یعنی قسمت کوتاه در مورد اونان نه اینا. خب ممکن باشن اما درس در مورد اونان که همین کار دیزنی برای شیشه برقرار بزرگم کرد که اونام قسمت کوتاه بودن در مورد بیمکس که آخرش هیرامادان اومد. این قسمت کوتاه خیلی جالب نیستن و باحالم نیستن، همه منتظر قسمت دوم زوتوپیا بودن و معلومه که داستان آنچه ندارن که بیان بسازن، چون هیچ داستان مثل قسمت اولش نمیشه. میرسیم به معرفی انیمیشنی که وقتی دیدم گفتم چرا، یه چرا بزرگی تو ذهنم اومد و اولش فکر کردم شوخی، اما اینطور نبوده. اینساید اوت 2، درون و بیرون 2، و واقعا قرار ساخته بشه بعد از 7 سال و اینکه اصلا لازم بود، واقعا لازم بود که بیان بسازن. قسمت اولش بی‌نقص بود، چرا باید دنبالش رو بسازن؟ آیا پیکسار دیگه ایده نداره که میره سراغ ساخت انیمیشن هایی که خب قسمت اولشون عالی بوده اما نیاز به دنبالش نیست، اما میره میسازه، مثل همین انیمیشن که میگن درمان نوجوانی رایلیه که اوضاع خطرتر میکنه و خب میتونیم ببینیم که واقعا دارن میسازن. خب خبر خوبی نیست، اگه اینو نیمه ساختن و خبرش نبود میگفتیم خب پیکسار جلو میره با انیمیشن جدید و خوبه، بازش خوبه، اما خب این لازم نیست، چرا واقعا دارن میسازن؟ نکته که وجود داره اینه که قسمت اول اینساید اوت تو سال 2015 اومده و الان ما تو سال 2022 هستیم، یعنی 7 سال طول کشید که بیان بگن ما قسمت دومش رو میخوایم بسازیم. قسمت دوم تایید شده، 7 سال طول کشیده و الان خب فردا که نمیاد قسمت دوم، 2 سال دیگه میاد تا به سال 2024 که یعنی در کل 9 سال از قسمت اول میگذره و این ساخته میشه، که یه جوره عجیبه که الان اومدن تایید کردن و کسی هم منتظرش نبود. اما قسمت اول کلی تئوری داشته، هر کی میرسید یه تئوری درماش میساخت و میرفت و الان قسمت دوم میتونه تئوری تکذیب کنه یا تایید. بازش واقعا خیلی عجیب غریبه. انیمیشن بعدی که معرفی شد انیمیشن سریالی بلند، کوتاه نیست، انیمیشن سریالی بلند وین اور لوز، با
برد یا باخته، کین انیمیشن میتونه جالب باشه چون یه چیز متفاوت داره. اینکه تو هر قسمت ما از نگاه شخص دیگه به داستان نگاه میکنیم، یعنی شخصیت اصلی عوض میشه. انیمیشن بعدی که معرفی شد انیمیشن سینمایی و جدید پیکساره. دنبالی نیست، یک انیمیشن جدید مثل المنتال، اما این فرق داره. در مورد پسره که 11 سالشه و میتونه برای اولین بار با یه فضایی در ارتباط باشه، باشون تماس بگیره که میتونه داستان جالب باشه. و خب میتونه به این ترولش چجوریه جالبه. فضایی ها همیشه موضوع جالب بوده و الان میتونیم اینجا دوباره ببینیم که پیکسار میخواد یکی بسازه و تاریخ انتشارش هم بهار 2024. انیمیشن بعدی که معرفی شد اسمش از ایواجو که اتفاقش تو کشور نیجریه میفته و برای سرویس دیزنی پلاس در ساخته تو سال 2023 میاد. انیمیشن استرنج ورد یا دنیای عجیب قبلا معرفی شده بود، اما الان توی نمایشگاه اومدن و تریلر ازش نشون دادن که خوب گرافیک و اون ظاهری که داره خیلی عالیه و خیلی باش هایپن و میتونه انیمیشن خیلی خوب باشه که تو سینما اکران میشه. پس خیلی براش برنامه دارم و خیلی خوب میتونه باشه، با منتظرش باشیم. دیزنی بازم لایو اکشن معرفی کرد که واقعا معلوم نیست میخوان تا کجا پیش برن. همه چیزو داره نابود میکنه با این لایو اکشن ها. نباید بسازه موفاسا که پیش در آمده به بهتمی اسپیناف داره میسازه، اونم لایو اکشن انیمیشن سینمایی نه، از دانای همون شیرشای خودمونه. اما خب پدر همون سیمبا که خب الان میتونیم ببینیم که داره لایو اکشنشو میسازه و خب واقعا لازم نیست. چرا باید بسازه؟ دنبال پول واقعا؟ اینا خب الان داره میسازه و معرفی کرده. اما یه چیز دیگه هم داریم، پیتر پن و وندی. خب این برای چی؟ تو کی میخوان لایو اکشن بسازن؟ خسته شدین دیگه، بس لایو اکشن، بس. واقعا با لایو اکشن قبلش دارن چیکار میکنن؟ مثل پرده کوچولو و سفید برفی. سفید برفی که یه افتضاح به تمام معناست و اون طرف پینوکیو هم دیدیم، اونم شکسته. چیز خوبی نمیشه با لایو اکشناش و هر چی ما لایو اکشن میبینیم داره هی ضعیف‌تر و بدتر میشه، حتی نابود خاطرات. فقط لایو اکشن علایدین یکم خوب بود. اینا خیلی افتضاحن. دیزنی تا سال 2024 برنامه‌اش گفته انیمیشن در ساخته و تا اون موقع میانه و خب حرکت خیلی خفن نمیتونیم ببینیم که واقعا بگیم به به چه حرکتی داره میزنه. واقعا خیلی معمولیه به نسبت سال قبل که واقعا خیلی مردم برای انیمیشن هایپ بودن. الان خیلی نه، همین سال اوت 2 اگه کسی منتظرش بود الان خیلی شوکه میشد، اما نه این اتفاق نیفتاد. و الان خیلی مشکل بزرگی داره لایو اکشنش هستن، اینو نباید ساخته بشن. لایو اکشن واقعا خیلی ضرر بزرگ به خود انیمیشن، چون انیمیشن ساخته میره لایو اکشن بسازه پول اضافه در بیاره و اونجا میاد تخریب میکنه، نابود خاطرات. اینا قشنگ نیستن. فقط الان مشکل بزرگش خود لایو اکشناشه که نباید بسازه و این انیمیشنش هم داره ضعیف میشه. اما باز امید هست به انیمیشن که داره میسازه، چون گرافیک به شدت بالاست و خیلی هم قشنگ. خب رفقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. اگه خوشت اومده لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.